با عرض سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم حال همگی خوب باشه. اولین ویدئوی سال جدید هست. تو ویدئوی امروز میخواییم راجع به این بپردازیم که الان با توجه به قیمت فعلی موقع خرید کردن بیت کوین هست یا نه، و در واقعیت اگه هست چرا هست، اگه نیست جای درست برای خرید کردن کجا میتونه باشه. امروز من یه سری اطلاعات دست اول براتون آوردم، با 4 دیتای مختلف ما میایم به این میپردازیم که الان بخریم بهتره یا کجا باید بخریم. خب پس با من همراه باشین که امروز با این اطلاعات خیلی خوبی که داریم در واقعیت قیمت بیت کوین رو بررسی کنیم، ببینیم که وضعیت به چه صورته. قبل از این که بریم سر وقت بیت کوین، بذارین با یه چیز دیگه شروع کنیم. راجع به ایپ کوین به من خیلی پیغام دادین، خیلی سوال کردین. من قبل اینکه ایپ کوین در واقعیت پامپ بکنه، ببینین این چارت ایپ کوین آل تایمه، همونجور که میبینین ما تو قسمت آل تایمش هستیم و ایپ در واقعیت در تاریخ 17 مارچ لانچ شده. خب من تو ویدئویی که 17 گذاشته بودم قبل از اینکه قیمت ایپ بره بالا، اینجا خاطر نشان کردم که ایپ کوین میتونه پروژه خیلی خوبی برای سرمایه گذاری باشه. توضیح هم دادم به خاطر اینکه در واقع پشتوانش NFT های بورد ایپ یا کلاب هست، میتونه خیلی حرکت قوی داشته باشه و تاریخش هم میبینین 17 مارچه. قبل اینکه در واقعیت ایپ پامپش رو انجام بده ما اطلاع رسانی کرده بودیم، همونجوری هم که میبینین ویوش هم کم نیست، تقریبا 2400 نفر دیدن. این شانس رو داشتین که بخواییم بخرین. خب آیا الان موقع خریدش هست؟ نه، تموم شد رفت پی کارش. اگه کسی 17100 دلار ایپ کوین خریده بود میتونست 2500 دلار بیاد بیرون. خب یعنی 100 دلارش میشد 2500 دلار، تقریبا 25 برابر میشد پولش. خب الان دیگه تموم شد، خب دیگه کسی سراغ خرید کردن ایپ و این داستانا نباید بره، دیگه مرد. خب حالا بریم سر وقت برنامه امروزمون. میخوایم قبل هر چیزی با میر مالتیپل آشنا بشیم. خب این یک شاخص هست بر پایه مووینگ اوریج 200 البته، و همون این پایین توضیح داده بهتون خب که اصلا این سازندهش آقای تریس میر هست، بر پایه مووینگ اوریج 200 اومده یه حساب کتابی رو انجام داده، چی رو مشخص کرده؟ پیک های قیمتی بیت کوین رو. خب یعنی همونجوری که میبینیم اوور سولد ها و اوور بوت ها رو داره نشون میده، و هر وقت میبینید وقتی ما تو اشباه فروش هستیم، در واقع وقتی نمودار اوور سولد هست میبینید ما شاهد افزایش قیمت هستیم. خب ببینید الان طبق چیزی که داره نشون میده در واقعیت، بذاری من قلممو بیارم، توی این منطقه داره مجددن اشباه فروش رو نشون میده، یعنی فروش داره تموم میشه، ممکنه ما به منطقه خرید بخوایم برگردیم. خب بر پایه حالا میگم محاسباتی که داره، خب ولی بیسش رو مووینگ اوریج 200 روزشه. خب پس اولین شاخصی که در واقعیت اومدیم بررسی کردیم میر مالتیپل هست که داره در واقع یک بایو تو همین رنج قیمتی که هستیم نشون میده. قیمت امروز رو تقریبا داره دور بر عدد 40 خورده نشون میده. این همون چیزیه که الان داره نشون میده که ما تو پیک پایین هستیم و باید نمودار حالت صعودی به خودش بگیره. حالا همین میر مالتیپل رو اگه یکم با دقت بیشتری نگاه کنیم، ببینید الان میر مالتیپل داره 84% نشون میده. خب اینجا گفته که از زمانی که بیت کوین کرییت شده میانگین شاخص میر مالتیپل 1.42. خب حالا امروز تو این لحظه در واقع 80% پایین تر از قیمت میانگینش هست. خب حالا هم داره بهتون نشون میده به این صورت، خب ما پایین منطقه در واقعیت شاخص میانگین هستیم، و همونجوری که میبینین یعنی میر مالتیپل در واقعیت داره نشون میده که ما الان اشباه فروشیم، احتمالاً باید به سمت بالا حرکت کنه. خب با شاخص دیگه‌ای که کار داریم پول مالتیپله. خب پول مالتیپل در واقعیت چی هست؟ بر پایه SMA 365 کار میکنه، یعنی
هر 365 روز در واقع میانگین 365 روزه به واقع داره حساب میکنه. خب این هم چی رو داره یادآوری میکنه؟ ببینین بیت کوین که همینطوری تا 100 سال آینده 200 سال آینده قرار نیست تولید بشه، خب تعداد بیت کوین محدوده و مشخصه و چیزی که هست در واقع هر 10 دقیقه یک بار یه دونه از بلاک‌های بیت کوین کامل میشه. خب حالا این چیه؟ بیت کوین جدید که تولید نشده، نه، ترانزکشنی که داره اتفاق میفته، یه بخشی از کار ماینرها، یعنی یک بخشی از درآمد ماینرها از استخراج بیت کوین جدید نیست، بلکه از فی ترانزکشنیه که از بیت کوین هایی که تو شبکه هستن باید بگیره. خب هر 10 دقیقه یک بار تو شبکه بیت کوین در امروزی که داریم صحبت میکنیم یه دونه بلاک کامل میشه و اینا بابت هر یه دونه بلاک دارن خب پول میگیرن، خب یعنی اون فی ترانزکشنی که میدین اونه. حالا این در واقع داره اینو نشون میده که عرضم به حضورتون که ماینرها درآمدشون رو به چه صورت میفروشن، کجا میفروشن. خب در واقع یعنی اینو میتونیم بفهمیم که الان ماینرها دستمزدشون رو دارن به بیت کوین میگیرن، خب علاقه دارن بیت کوینشون رو نگه دارن یا نه بیت کوینشون رو میان میفروشن. خب الان این داره همون رو نشون میده، پول مالتیپل در واقعیت این پایین هم تشریف بیارید هم حساب کتابش رو داره بهتون یاد میده. ببینید اینا بهتون گفته که فرمولش هم به این صورته، پول مالتیپل فرمولش به این صورته، ماینینگ رونیو تقسیم بر ام ای 365، خب درآمد ماینرها، درآمد روزانه ماینرها تقسیم بر اون میانگین 365. خب حالا طبق چیزی که اتفاق افتاده الان میبینیم اینجا این آبیه داره اون نشون میده دیگه، الان میبینیم که در واقع ماینرها تو فاز هولد کردن هستن، فروش ماینرها اومده پایین، یعنی بیت کوین هایی که به عنوان دستمزد میگیرن بهش دست نمیزنن، نمیفروشنش، نگهش داشتن. خب پس این میتونه یادآور این باشه که شاید این عزیزان تو فکر اینن که ممکنه قیمت بره بالا به خاطر همونه که نمیفروشن بیت کویناشون. خب پس اینم یکی دیگه از شاخص ها. پس الان ما تا این لحظه میر مالتیپل رو بررسی کردیم، پایل مالتیپل رو بررسی کردیم، این دوتا داشتن سیگنال بای، نه برای امروز ها، یعنی ما به هر حال داریم تو تایم فریم های بالا نگاه میکنیم، در واقع احتمال صعود خیلی بیشتره. حالا با یه شاخص دیگه‌ای که میتونیم کارمون رو ادامه بدیم در واقع گری اسکیل بیت کوین تراست GBTC و همونطوری که میبینین توی این چارت الان این شاخص عدد 28.70 رو داره نشون میده، تاریخ 18 مارچ، 28.70. خب حالا بیایم میانگین 5 ساله رو نگاه کنیم. تو میانگین 5 ساله داره به ما اینو نشون میده که مینیموم 1.98 بوده، ماکسیموم 56 و خورده‌ای بوده، ما چندیم الان؟ 28، تقریبا کجاییم؟ وسط. خب میانگین عدد 17 بوده و اگه بخوایم با این شاخص کارمون رو ادامه بدیم در واقعیت به این میرسیم که ما الان توی میانگین هستیم، نه خیلی خیلی پایینه نه اونقدر بالایی که بگیم اوور شده، خب میانگینه. پس حالت خونسا میتونیم برای این در نظر بگیریم. اینا همه چیزایی که دارم میگم، این شاخص ها همه شاخص های خیلی مهمیه که دنیا روی اینا تمرکز میکنه. خب پس ما هم میتونیم نگاه کنیم که بقیه چه چیزایی ملاک قرار میدن برای سرمایه گذاری، مخصوصا مؤسسات از این دیتا ها زیاد استفاده میکنن، پس ما هم میتونیم از اینا به نفع خودمون استفاده کنیم. و در نهایت یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که احتیاج داریم بدونیم SMA 1458 در واقعیت SMA 4 ساله. خب حالا ببینین واکنش قیمتی بیت کوین، این آبیه SMA 1458، اینم قیمت بیت کوین، هر وقت بیت کوین خورد بهش ببینین قوقا کرد. حالا الان ما اینجا هستیم و در واقع این باید برسه تا اینجا، اینجا یعنی بیت کوین باید دونه چقدر بشه؟ اینقدر، دونه 20K. اگه بیت کوین بیاد یه بار دیگه به SMA 4 سالش برخورد بکنه، در واقع باید قیمتش برسه به 20K، باید برسه به این هایر های اینوریه
و در واقع اونجاست که به نظر من پول مؤسسات وارد میشن. خب دو تا چیز رو باید عرض کنم. یک، چرا اول از همه SMA 4 ساله، چرا اصلا SMA 4 ساله مهمه؟ خب این پایین بهتون توضیح داده، اولا که مکانیزم کار SMA رو اصلا توضیح داده که SMA چیه، اینجا براتون گفته مثلا قیمت روز اول، روز دوم، روز سوم تا روز انوم، خب بعد تقسیم بر تعداد روزها، مثلا شما قیمت 10 روز رو با هم دیگه جمع می‌زنید تقسیم بر 10 می‌کنید، این میشه SMA. این پایین مثلا براتون SMA 3 روزه رو نشون داده که چی میشه. حالا داره اینو میگه که شما 1458 روز رو قیمتاشو جمع زدین تقسیم بر 1458 می‌کنید، این در واقعیت میشه SMA 4 ساله. حالا اینجا بهمون کامل توضیح داده که چرا این برامون مهمه. گفته که this period of 4 years is important with bitcoin because، برای اینکه دقیقاً وسط یه نصف کردن بیتکوین. اینجا داره توضیح میده، میگه که هر 10 دقیقه یک بار یه دونه بلاک بیتکوین کامل میشه، خب، و هر 210,000 بلاک یه نصف کردن تو شبکه اتفاق میفته. خب پس اون زمان ضرب در این تعداد بلاک میشه 4 سال. به خاطر همینه که هر پریود 4 ساله در واقعیت بیانگر اون هلفینگ به قول معروف شبکه‌ایه، نصف کردن شبکه‌ایه. به خاطر همون عدد 1458 انقدر برای ما مهمه. خب این داره اینو نشون میده، نتیجه‌ای که می‌خوایم بگیریم. خب ما از میجر مالتیپل بخوایم شروع کنیم، داشته بایو نشون میداده، در واقعیت پول مالتیپل داشته بایو نشون میداده، جی بی تی سی داشته وضعیت خونسار نشون میداده، اصلا تحت فشار نبود، ولی اس ام ای 1458 درسته تو وضعیت سعودیه، لکن میگه که باید به 20 برسه، باید به 20,000 برسه، بعدن شروع کنه به سمت بالا. پس ما الان کاملا بیت کوین تو یک بستری برای صعود کردن هست، فقط طبق چیزی که اینا دارن نشون میدن اینه که از این قیمت صعود نمیکنه، در واقعیت کل انرژی صعودی رو داره، فقط قیمتش قیمت درستی نیست. قیمت 20K قیمتی که مؤسسات دنبالشن، بیت کوین بیاد بشینه رو 20K، اون موقع مطمئن باشین پولهای هوشمند و پولهای هدفمند وارد میشن. خب پس الان ما بستر آماده است، فقط باید یکم زمان بذاریم که به اون قیمت 20K برسه. حالا توجه داشته باشین وقتی بیت کوین به 20K میرسه، مثلا اتریوم باید بشه دونه 700 دلار، 1000 دلار، خب مثلا دارم میگم، به همون نسبت رو بقیه هم که میخواین کار بکنین حساب باز کنین ببینین که به چه صورته. خب این دیگه از بهترین اطلاعاتی که میتونستم در اختیارتون بذارم که دیدیم اون سری که چند روز قبل بیت کوین داشت میرفت بالا، خیلی پیغام داده بودین که کی بخریم، کجا بخریم، چند بخریم. در واقعیت من خودم هم الان خرید نمی کنم، خریده قبلی اون که طبیعتاً حفظ می کنم، ولی خرید جدید به نظر من باید وایسیم به منطقه 20K نزدیک بشه و شاید بد نباشه حتی از امروز بخوایم برای 20K اوردر بذاریم. خیلی خوب، امیدوارم که اطلاعات خوبی رو تونسته باشم منتقل کرده باشم. همگی سعی و سلامت باشین، وقت همتون بخیر.